به شهر میلواکی در ایالت ویسکانسین بریم برای گزارش کامبیز توانا. کامبیز، چند روز پیش کامالا هریس و دونالد ترامپ همون شهری بودن که شما الان اونجا مستقر هستی. در تابستان اون شهر میزبان مجمع ملی حزب جمهوری خواه بود که خودت هم از اونجا اخبار رو پوشش میدادی. امید ترامپ این بود که اون کنوانسیون باعث بشه که اون ایالت به نفع آقای ترامپ چرخش پیدا بکنه به اصطلاح. ویسکانسین در انتخابات امشب چقدر اهمیت داره؟ میگن که برای اینکه ترامپ برنده بشه، یعنی یکی از مسیرهای قطعی که براش مثال میزنن، میگن که بلو وال یا دیوار آبی رو باید ببره، یعنی پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین. ما الان ویسکانسین هستیم. حالا گفتی انتخابات و اینکه هر دوشون اینجا بودن، من حتی بگم دیشب تا نیمه وقتم، تا نصف شب هم جی دی ونس اینجا بود، هنوز داشت توی رقابت انتخاباتی حاضر میشد. این دوتا ایالت واقعا به هم چسبیده است، میشیگان، ویسکانسین. اگر که بتونن هر دوتاشون رو به قول معروف جمهوری خواها به نفع خودشون تمام بکنن، تقریبا بخش اصلی قضیه رو رد کردن. ولی دو تا ایالت اصلی هست توی انتخابات که بسیار مهمه بردش برای جمهوری خواه، یکیش پنسیلوانیا و ویسکانسین. ویسکانسین هنوز رایگیری اینجا ادامه داره، هنوز بسته نشده، ولی همه حدس میزنن که رقابت نزدیک و تنگی باشه. سیامک، آره، همونطور که اشاره کردی این از اون ایالتایی بود که بین آقای بایدن و آقای ترامپ در دو تا انتخابات گذشته جابجا شد. یه ایالتی هم در مجاورت همین ایالت ویسکانسین است، میشیگان، که گفتی به عنوان همون دیوار آبی بهش اشاره میکنن. وضعیت اونجا چقدر به نظر تو تعیین کننده خواهد بود امشب؟ میشیگان از خیلی نظر مهمه، به خاطر اینکه انتخابات سنا هم اونجا خیلی جدی داره دنبال میشه، یعنی جمهوری‌خواه امیدوارن اگر که بتونن به نفع ترامپ رای بگیرن، سنا رو هم بتونن اونجا بگیرن، اون موقع خیالشون از مجلس سنا را از سنا راحت میشه. ولی حالا یه چیز جالبی در مورد میشیگان سیام من باید بگم، جزء 10 ایالت برتر آمریکا هست تو مشارکت، یعنی سال انتخابات ریاست جمهوری قبلی 2020 70% بوده انتخابات میشیگان، یعنی یک جمعیتی داره که خیلی جدی انتخابات دنبال میکنن و توش مشارکت میکنن، حضور دارن. من فکر میکنم اون چیزی که آخرین بار من شنیدم، چون مثل اینکه آخرین بار بایدن در رقابت با ترامپ فکر کنم با 11,000 رای ویسکانسین رو برد، الان میگن که ممکنه مثلا بین 3,000 تا 8,000 رای اینجا تعیین کننده باشه، و توی میشیگان هم میگن که ممکنه بین 8,000 تا 12,000 رای حتی انقدر نزدیک به نزدیک و شونه به شونه باشه که مشخص کنه. در نتیجه حالا با هم بیشتر صحبت میکنیم در بخش‌های بعدی، ولی هر دو ایالت رقابت خیلی نزدیک است بین هر دو تا کاندید، هم میشیگان هم ویسکانسین.